روز 30 تیر مردم ریخته بودن توی خیابون. مادرت آخرین روزای بارداریشو میگذروند. باورم نمیشد با وضعی که داره بری توی مردم. مردش دستور تیر داده بودن. با اینکه منو یه عده دیگه سرپیچی کردیم، ولی نظامی ها افتاده بودن به جون مردم. مثل اون بیشرفی که با لگد زده بود توی پهلوی مادر. و من هیچ وقت نتونستم پیداشون. آلیه رسونده بودش بیمارستان. وقتی رسیدم حالش وخیم شده بود. اون هیچ وقت نتونست تو رو ببینه. واسه همینم هست که اسم توی شناسنامه مادرت نیست. شناسنامه تو 6 ماه زودتر گرفته. برای اینکه متوجه نشی، نفهمی چرا تاریخ تولدت با تاریخ سنگ قبر مادر دیگه. میتونستی خیلی زودتر از اینا بهش بگی. اون که بالاخره میفهمید. میخواستم وقتی خودش مادر میشه بهش بگم. کسی که هویت نداره شاید هیچ وقت نتونه مادر بشه. یا نخواد. سلام. سلام خانم امینی، بهتون گفته بودم که یه تماس بگیرید. نباید میگرفتم؟ نه مشکل تماس نیست، من شانسی اینجام. تو این ساعت ممکن بود کسی جواب تلفن شما رو نده. پس اونقدرام بدشانس نیستم. نه بدشانس که نیستین، لابد مطلب مهمی بوده که زنگ زدین.
آره مهمه. میتونم ببینمتون؟ امروز؟ اگه ممکنه. باشه، من تمام تلاش خودمو میکنم. کجا؟ امامزاده عبدالله. حال اون مرد چطوره؟ شما نجاتش دادیم. گلوله رو در آوردین؟ نه، برای دکترم یه مشکلی پیش اومده. خطرناکه، باید زودتر یه فکر رو بکنی. نه ترس، خطری متوجه کس نمیشه. باعث شدی بفهمم دور و برم چه خبره. مطمئنی فهمیدی؟ من نمیتونم بی تفاوت باشم. میخوام یه کاری بکنم. مثلا چه کاری؟ هر کاری که لازمه. یکم سخت خودتو از زندگی خورده برجوها جدا کنی. خورده بورژوا؟ من؟ بله، همین محیط آرومی که بهش عادت کردی. جدایی ازش سخته. اگه مادرم تونسته منم میتونم. امیدوارم. تاریخ ما پر از قربانیه. مادر تو یکی از اوناست. خودش گرفت. یه هفته از ندیدمش. یه شرط و شروطی گذاشته که باید تصمیم بگیرم. چه تصمیمی؟ خیلی خوب بابا، باید برم برای همیشه. از ایران؟ فکرشو بکن. کاش میدونستم چی به نفعمه. تو دنبال یکی هستی که باش خوش بگذرونی. انتخابت غلط نیست. واقعا؟
غلط نیست؟ با تعریف تو از زندگی؟ نه. آره، مرد ایدئالمه. سوادش، ثروتش، قیافش، همونیه که میخوام. ولی غرورم اجازه نمیده بهش زنگ بزنم. چرا؟ مگه چی بهت گفته؟ وابستم، دوستش ندارم، ترسوام. ترسو رو که درست گفته. نه خیر، من نمیترسم. شک دارم. حالا بگو ببینم اون شب با اونا چی کار میکردی؟ با چیا؟ پانسمان، مورفین، خون. زود باش اعتراف کن. هیچ. به کارم نیومد. به من اعتماد نداری؟ وقتی آدم جرأت انجام یه کاری رو نداره بهتر شروع نکنه از اولش. پس از پسش بر نیومدی. به حرفت گوش کردم. منو یاد پسر خالم میندازی. چند وقت پیش گرفتنش. واقعا؟ اونم مثل تو بلد نبود خوب دروغ بگه. اصلا برای مهم نیست داری چی کار میکنی ناهید. فقط نمیخوام من شریک جرمت باشم. اگه بدونی جون یه نفر در خطره کمکش میکنی؟ نمیتونم. شاید. دنبال یه نفر میگردم گلوله رو از تنش در بیاره. تو واقعا موجود خطرناکی شدی ناهید. صحبت مرگ و زندگی یه آدمه. یه گلوله رفته تو بدنش. کسی که دست به کارهای خطرناک میزنه باید رو این تن باشه. ژاله، بین خودمون میمونه؟ باید اعتراف کنم میترسم ناهید. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ باید با تو حرف بزنم. من حرفی ندارم با تو بزنم. ناهید، خواهش میکنم سوار شو. ناهید، آبروریزی نکن، سوار شو. خواهش میکنم. جد تو آژانس خالیه. یه چند نفری اومدن اما دووم نیوردن. نتونستن تحمل کنن؟ اخراجشون کردم. چرا؟ از عهده کارا بر نمیمدن. مهم اینه که کسی به رابطه شما و حکومت آسیبی نزنه. ناهید، نیومدم اینجا هم دیگه رو آزار بدیم. منم همچی قصدی ندارم. فقط دلم نمیخواد هر دفعه به یه بهونه سر راه من قرار بگیری. گفتم موضوع مهمی پیش اومده. از رابطه‌ای که به کلی تموم شده چه موضوع مهمی در میاد؟ تموم نشده. گنده سری چیزای تازه داره در میاد که مقصرش تویی.
موضوع همون گذرنامه است. کدوم گذرنامه؟ تو کل تاریخ تأسیس این آژانس فقط یه گذرنامه گم شد، اونم وقتی تو مسئول فنی بودی. مگه چند بار اونجا رو دزد زده؟ نمیخواد هم دستی تو انکار کنی. خودم جلوی استاباک سرتاشو هم آوردم. خودت میدونی چی کار کردی. با این حال دوست دارم این قضیه بین خودمون باقی بمونه، به یه شرط. اون پسره رو به هم نشون بدی. کدوم پسره؟ بس ناهید، فکر کردی من بچه هم؟ بهتر خودت حرف بزنی. نمیدونم راجع به چی حرف میزنی. همون کسی که این بلا رو سر رابطه من و تو آورد. کسی وجود نداره. خیلی خوب، از دل بکم بیا بریم پاریس. اون شرکت توریستی درست شد. خوبه، مبارک. میریم اونجا و زندگیمون شروع میکنیم. لزومی نداره پدرم چیزی بفهمه. ما دوتا آدم مستقلیم که خودمون برای خودمون میخوایم تصمیم بگیریم. فکر میکنم تو پاریس دخترای بهتری هم وجود داشته باشه. مهنتی سرت نمیذارم، اما اون قضیه گذرنامه رو من لا پوشونی کردم. قبلن هم بهت گفتم اون موضوع ربطی به من نداشت. ببین کدوم کارمندت خرابکاری کرده. ناهید ببین، من اصلا با تو احساس امنیت نمی کنم. باشه، مانعی نیست. شاید وقت مامورای سابق به کارمندی که دفعه کارش رو بیل کرده شک کردن اومدن سراغت، احساس امنیت کنی. نگه دار. منتظر تلفنت میمونم، البته نه تا ابد. اگه یه روزی علاقه بینمون بوده نباید بترسم. خداحافظ. باید وانمود کنیم که یه زوجی بگیر.
شده؟ داریوش میگفت قضیه گذرنامه رو فهمیده. فقط شک کرده. میگفت دنبال قضیه رو گرفتن اما اون لاپوشونی کرده. رکب میزنه. مشغول شو. منو تهدید کرد. میگه بعد با هم بیای. تهدیدش جدیه؟ اگه جدی باشه میتونه چیزی رو ثابت کنه. ممکنه. همه چیز بستگی به این داره که حرف نزنی. امیدوارم تا الان بند آب نداده باشی. محکم باید این کار کنی. همین کارو کردم. پس نباید نگران باشی. اگه پدرم بفهمه برام بدترین شکنجه است. من خیلی نگرانم. نگران نباش. نه دیشب تو هیچ نخورد. اگه بگیرنت من معرفی میکنیم؟ نه. به هیچ وجه. اولین چک رو بخوری حرف میزنیم. نه. حرف میزنیم. درباره چه اتهامی؟ مگه من اون گذرنامه رو دزدیدم؟ درباره اون مجروح چی؟ صاحبی. صاحبی؟ صاحبی کیه؟ یه دیوونه اومد منو برد پیش یه کسی که از شدت خونریزی داشت میمرد. منم پرستارم، مسئول نجات آدم ها. و اون دیوونه کی بود؟ چه شکلی بود؟ خپل بود، قد کوتاه و تاس. یه هفتیر هم داشت که با اون منو تهدید میکرد. بهتر امیدوار باشی تهدید داریوش جدی نباشه. اونا با این حرفا فکر میکنن تو یه کهنه‌کاری، کسی که توجیه میکنه. این وسط اگر علاقه ای هست بهتره باش بریم. من دیگه نمیتونم به اون فکر کنم. برام تموم شده. با اون حرفایی که راجع به پدرم میزد، اون اصلا عاشق نبود. از کجا میگی؟ شاید یه حسی هست که نمیتونه دست برداره. پیشنهادش برای رفتن جدی نیست. تو از کجا میدونی؟ اگه بهش بگی باهات میام، یعنی تهدیدش رو جدی گرفتی، قبول کردی کارتو بوده. فکر میکردم خیلی مقاومتر از این حرفا باشم. از خودم که قهرمانی ساخته بودم. قهرمانی از آرمان میاد. مهم اینه که حالا توی آرمان داری. آرمانی که باعث میشه تو چشمای من نگاه کنی و بگی به هیچ وجه لط نمیدم. من میتونم بیام تو تشکیلات شما؟ تشکیلات کیا؟ تو، حمید، مریم. اونا تشکیلاتی نیستن.
ناشی‌تر از این حرفا. ولی انگار با هم کار میکنید. من هیچ کدومشون رو قبول ندارم. اونا مذهبی ترن. شما گرایشات چپی دارید. درسته؟ حالا وقتش نیست. بعدم برای توضیح میدم. من دیگه باید برم. مراقب خودت باش. شما هم همینطور. خداحافظ. خداحافظ. منتظر کسی دیگه ای بودی؟ بسش میخوام ببینمت. کی؟ فردا بعد از دانشگاه میتونی بیای کو؟ کو؟ نه من اصلا حوصله ندارم. بیا دیگه خوش میگذره. چه خبره؟ طولانیه تلفنی نمیشه. بیای خودت میفهمی. ناهید شاید دیگه نبینمت. من دارم میرم. بالاخره تصمیم خودتو گرفتی؟ آره. کجا میری؟ بیا فردا بهت میگم باشه؟ فردا عصر. باشه میبینمت. خدافظ اونو خانم. خدافظ. یادت میخواستم خودم از اینجا بندازم پایین؟ آره به قدر پسر دارید. هر وقت هم بیارم خودم تو لبه این پرتکا میبینم. ببینم حالا که همراهی بردی. نه شرایط جلال رو پذیرفتم، با خودم کنار اومدم. انتظارشو داشتم ولی من نداشتم. اصلا فکر نمی کردم بشه. درست چی میشه؟ یه ترم بیشتر نمونده. اون میخواد بره تخصصشو بگیره تو آمریکا. برای همین باید بریم. منم شاید زد به سرم رفتم این رشته یه بوتیکی ماتیکی چیزی خونده. به سلامتی. دلم واسه تو اینجا تنگ میشه. حتما بعد منو میکشوندی اینجا و این حرفا رو میزدی. خواستم اون خاطره بعد گذشته از ذهنت پاک شه. همینجا بود که دستامو گرفتی و نذاشتی خودمو پرت کنم پایین. ولی من الان محکم و استوار وایستادم و میگم من خوشبختم. من خوشبختم! امیدوارم اینطوری باشه. مطمئن باش همینطوریه. تو با داریوش چیکار کردی؟ هیچ. ما به درد هم نمیخوریم. دنبال چی میگردی؟ یه نفر با اسب سفید بیاد دنباله. عاشقی رو فراموش کن. ازدواج معامله است. خره این موقعیت رو از دست ندی. داریوش میتونه تو رو به آرزوات برسونه. خوشگله، خوشگذرونه. آره، اما اینا دیگه آرزوهای من نیستن. نهی تو خیلی عوض شدی.
بالاخره نگفتی جریان اون کیسه خون چی بود؟ خواهش میکنم دیگه حرفشو نزن. خب اگه اینقدر میترسی چرا انجامش دادی؟ به خاطر اینکه یه انسان به زندگیش ادامه بده. این شغل منه. داری دروغ میگی. تو وارد کارهای خطرناک شدی ناهید. ببینم جاله. کی فرستادتت؟ داریوش؟ هنوز امیدواره بتونه تو رو با خودش ببره. ببین جاله، برای شأن خودت بهتره که بهش بگی راجع به این موضوع با من هرگز صحبتی نکردی. خیلی خوب، چرا عصبانی میشی؟ بچه که زدن نداره. خانم امینی دنبالم بید. چرا تغییر شکل دادی؟ خبر خوبی برات ندارم. من این روزا عادت کردم به خبرهای بد. اون مجبوری که نجاتش دادی؟ صاحبی؟ خب سرما خورده. سرما خورده؟ آبریزش بینی هم داره؟ تو این فصل؟ ریش چر کرده بوده، تبش شدید بوده، بردنش بیمارستان. من که گفتم گلوله رو بعد از تنش در بیارید نگفتم. اونجا ازش عکس رادیولوژی گرفته. بیا با این هستا بیا. تو عکس رادیولوژی یه دونه گلوله پیدا کردن و فورا بازداشتش کردن. اگه نگفتی یه جراح میاد گلوله رو در میاره؟ نشد. نشد؟ شما چجور سازمانی هستید؟ یه سازمان یه سازمان مسلحانه مخفی. ولی هر کاری رو نمیتونی مخفی انجام بدی. ممکنه حرف بزنه. حتما حرف میزنه. هر کسی نمیتونه زیر شکنجه طاقت بیاره.